ماشي بقى، ماشي شويه خلاص. صدقني انا يا باتشي نيجا خلاص، صدقني ماشي بقى، ماشي شويه خلاص. صدقني مانجا كده انا همون كياس نخوص ميمار انا ياك شروع ميكون همون كياس نخوص ميمار تمدن و تاريخي عالم بود، همون که مادر رستم بود، همون تامینه که از چشیدن تم داغ خون فرزند ناآگاه بود، همان گوهرشاد که رسم بربریت و همدلی را میانی کشه شد، همان فروغ، همان پروین. من زنم، مادرم، طبیبم، رهبرم، عالمم، لیک هنوز در شعر من زنی میگرید که هنگام خواندن لالایی فرزند تواش با گلوله خواب کردی، زنی که شعرش را لاجواب کردی. مرا به خاطر بسپار، من همانم زنی که دوباره از میان انبوه دود و خاکستر برمیخیزد، دوباره سبز می شود در همین مزرعه پاک، کار من گرم می شود، نان من نرم و باقی آرزوهای من بلند. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو نوروز، من یا صدیقی گردانده این نشست مجازی روی میول هویت زنان در ادبیات معاصر افغانستان و شما شنونده این نشست از طریق رادیو نوروز و بیننده این خواستیم لحظه جان را کوچکتر کنیم و روحی ادبیات معاصر و زنان، نقش زنان در ادبیات معاصر نشست کوتاهی داشته باشیم و مهمانان را که دعوت ما را پذیرفتند خوش آمدید عرض میکنیم. مهمانان این برنامه جناب استاد خلیل شبگیر فولادیان هستند، از استادان و شاعران فاخر جهان ادبیات افغانستان. استاد در گذشته روزنامه نگار در نشریه های هرات و کابل بودند، مسئولیت مجله های باستان‌شناسی افغانستان و خراسان را به دوش داشتند و همچنان از ایشان 4 مجموعه شیری به جا مانده و یکی از مجموعه های گزیده از اشعار از ایشان و نامه گزیده چکامه‌ها برنده جایزه همچنان شده بوده. خوش آمدید میگم جناب استاد، خوش آمدین از این که دعوت ما پذیرفتین. سپاسگزارم. مهمان دیگر برنامه ما بانو افسانه واحدیار هستند، از بانوان فاخر و شاعر ادبیات معاصر افغانستان که زاده ولایت هرات هستند و عضو انجمن ادبی هرات، همچنان دانشجوی دوره دکترای دانشگاه فردوسی مقیم ایران هستند و از ایشان نیز مجموعه شیری به چاپ رسیده و منتقد شعر و داستان بودند که نقدهایی هم در نشریه ها از ایشان به چاپ رسیده است. مهمان دیگر برنامه ما بانو فروزان امیری هستند، شاعر، نویسنده و پژوهشگر برنامه ادبیات افغانستان، چاپ رسیده ها و نشریه های داخلی و خارجی به چاپ رسیده است. و مهمان بعدی ما جناب آقای خالد قادری هستند، شاعر و نویسنده جوان کشور و ادبیات معاصر افغانستان. حضور همه مهمانان در این برنامه، در این نشست خیر مقدم از میکنم. خوش آمد. صدای من داریم؟ تشکر بانو صدیقی، ممنون از شما. خوش آمدیم بانو فولادیان امیری و بقیه مهمانان عزیز.
اگر صدای مرا داریم شروع می کنم سوال خود و می پردازیم به موضوع میوه بست خود. مخاطب سوال اولی جناب استاد پولادیان هستند. از ایشان می خواهیم که نقش زنان به صورت دقیق و مؤثر از چه زمانی در ادبیات معاصر افغانستان در کل ادبیات تجلی پیدا کرده و چه نقشی داشتن زنان و ادبیات معاصر یعنی چی؟ از چه زمان با چه مؤلف های ادبیات معاصر می توانیم به نام معاصر بگذاریم روی یاد؟ سپاسگزارم از دوستای رادیو نوروز که همایش تدارک دیدن. واقعا موضوع بسیار گسترده و در عین حال ضروری هست در شرایطی که زنان افغانستان در شرایط بسیار ناگوار به سر میبرند و در موقعیت قرار گرفتند که راه پیشرفت و راه ارتقا و راه زندگی برایشان و مشکلات و پرابلم های مواجه هست که همگی ما از او اطلاع داریم و مسئله ادبیات و فرهنگ یکی از ابعاد بسیار مهمی زی هست که همچنان که در گذشته های توجه به او نمی شد و در شرایط فعلی که قطعا روزنه های اندکی هم که بروی فرهنگ و ادبیات کشور ما گشوده بود او هم بسته شد. و هر حال موضوع ادبیات معاصر افغانستان ادبیات است که در دهه‌های اخیر و به صورت عمومی میتوان بگیم که از اصول استقلال افغانستان از سال 1919 و این طرف شامل دوره معاصر میشه، از دوران شاه امان الله که نهضت زنان و نهضت تجددخواهی در افغانستان پای گرفت. با پای از او مسئله ادبیات و فرهنگ و آموزش هم در عیته توجه به اصطلاح دولت بود که در حاشیه مثلا ما میتونیم از روزنامه ارشاد نسوان یاد کنیم که در پهلوی سراج الاخبار قبلا نشرات داشت و بعد از حصول استقلال به صورت بهتری مثلا فعالیت های را آغاز کرد و موضوعات را راجع به زندگی زنان و شرکتشان در زندگی اجتماعی مطالب را مورد بحث قرار می داد. اما چون که می دانیم در شرایطی که کشور ما در یک وضعیتی بود که قرنها مرد سالاری و حاکمیت مردها اجازه نمی دادن به زنان کشور ما و اینا در حیات اجتماعی سهم بیشتری بگیرن و موضوع شناخته شده، با وجود از اینکه ما در خلال قرنهای گذشته در شرایط بسیار ناگوار هم البته خانم ها و بانوان رو داشتیم، مثل که در تاریخ ادبیات ما چیزهایی رو به یادگار گذاشتن و نام های شناخته شده ایگه همگی با او آشنا هستیم، از رابعه بلخی تا گرفته تا و مستی گنجوی و شاعرایی که در قرنهای اخیر در قلمرو افغانستان امروزی
مثل مخفی بدخشی به طور مثال و معجوبه ایری و کسای دیگری هم آثار را به یادگار گذاشتن در زمینه ادبیات. و در مقایسه البته با ادبیات مردانه ای که همه جا سخن از سخن اول می گفت، متاسفانه ادبیات زنانه ما با او شکل وجود نداشت. و در نادر دوره معاصر است که با بعد از پروین، با پروین اعتصامی در ایران و بعدا با فلوم فرخزاد دوره نوی در شده میشه که خانم ها و زنان در عرصه ادبیات نقش مؤثری را ایفا میکنن و آثار را عرضه میکنن که در تاریخ ادبیات فارسی ماندگار است. در کشور ما در البته زمان بعدتری نوزت زنان شروع شد، عده‌ای از خانم ها پا با میدان گذاشتند و آثار را عرضه کردند. یکی از خانم هایی که در این عرصه پرداخت سال در سالهای اوائل سلطنت محمد ظاهر شاه خانمی بود به نام ماگه رحمانی که کتابی به نام زنان سخنور به چاپ رساند و در او سوانه و زندگی نامه عده ای از شاعر زنان به ثبت رساند. و این مرحله بعدا باز البته با در دوره بعدی که با گشایش دانشگاه ها و گسترش مکاتب تعداد تحصیل کرده ها در میان زنان و دختران ما بیشتر میشه، ما با پای از او هم نویسنده ها و شعرهای هم عرض اندام میکنند که از نام‌آورای از اونا ما میتونیم از خانم کریمه ویدا توری یادآوری کنیم که به سبک نیمایی و شعر آزاد میگفت و هنوز هم فعال است، و شاعرای بعدی که آثار بسیار ارزنده ای ارائه کردن در دوره معاصر مثل لیلا سراحت، خالد فروغ و البته پیشتر از او یکی از شاعرای بسیار نام‌آوری که در میان زنان ما به شهرت رسید خانم بهار سعید بود، لیسانسه دانشکده ادبیات کابل. بله جناب استاد. بله جناب استاد، اگر پاسخ به این سوال بدین که آیا حضور این زنان در ادبیات معاصر چشمگیر بوده، آنقدر بوده که ادبیات معاصر سیر سعودی خور پیش ببره، یا نه به صورت چشمگیری وجود نداشتن حضور زنان اونقدر نبوده؟ آنچنان که شما میدانید در میان این همه زمان که در فرصتی که در دست داشتن خانوما در مدت 20 سال آزادی بیان در دست نبود، آزادی تحصیل مکتب، ولی اونقدر باز هم بانوان نداشتن نقش چشمگیری در ادبیات معاصر، علت چیه و چرا؟ خب البته تعدادی شاعران اندک بود، شما گفتیم فراز و نشیب هایی داره. البته خب گفتیم که ما متاسفانه جامعه ما یک جامعه مرد سالار است و موانع زیادی در راه رشد و انکشاف و تحصیل و فعالیت زنها وجود داشت. یک علت خامی است که سطح تحصیل و زمینه فعالیت اجتماعی برای زنان محدود بوده در طول، حتی در مثال هایی که هم
آزادی های نسبی مثلا وجود داشت دوران مثلا پادشاه و جمهوریت. این یک مسئله کاملا تاریخی است که برای خانم ها و بانوان ما صحنه اصلا بسیار تنگ بوده. این باعث شده که مثلا از لحاظ کمیت مثلا بانوان کمتری در زمینه ادبیات بپردازند. اما با وجود از او هم با وجود از هم در دوره معاصر وقتی سالهای پسین خوشبختانه ما میبینیم که نقش زنا و بیشتر میشه در زمینه ادبیات و ما نویسنده ها و شاعرهایی داریم که بسیار مطرح هستن. حتی در اون سالها مثلا خانم سپوژمه زریاب یکی از داستان نویس های بسیار توانایی بود که داستان های بسیار خوبی را نوشت و به شهرت رسید در اون زمان. به طور مثال از داستان نویس های ما. و امی خانم بهار سعید مثلا بسیار شاعر خوبی بود، آثارش در همون زمان در مجله سخن در ایران مثلا نشر میشد و تا هنوزم شاعر بسیار خوبی است، آثار بسیار زیادی عرضه کرده که در امریکا زندگی میکنه. خب بودن اینایی که مثلا با از بسیار شاعرای مرد مثلا اکثر و گردن بلند بودن و آثارشان خوانده میشد، شعرهایشان در مطبوعات مطرح بود. بله. اجازه بدین جناب استاد در همین مورد نظر خانم فروزان امیری هم داشته باشین. بانو فروزان امیری، نظر شما چیه در مورد؟ خب خانم صدیقی، من هم به تایید گفته های استاد پولادیان این نکته رو میخوایم اضافه بکنم که ببینین اگر ما مثلا توقعی را داشته باشیم که در شرایطی که مثلا شما اشاره کردین به 20 سالی که زنها یک مقدار خب آزادی تحصیل و آزادی های دیگه داشتن که میتونستن از استفاده بکنن، ببینین تشکیل یک جریان ادبی و شکل گیری یک جریان و در واقع یک جریان تاثیرگذار و یک جریان منحصر به فرد سالها زمان میبره. توقعی که ما مثلا در یک برهه زمانی بسیار مشخص و محدود این توقع را داشته باشیم که مثلا زنان یک تغییر بنیادی را در ادبیات ایجاد بکنن، یک جریان خارق العاده، یک جریان منحصر به فرد را ایجاد بکنن، فکر میکنم یک خواسته بسیار بزرگ و کلانی هست. ببینین در طول زمان آثار که تولید شده دادن که قد سر خدن و در واقع پژوهشگران یه تایمی ادبی فرهنگی که در نقاط مختلف داشتن، اینها ممکنه که بعدها در واقع بررسی بشه و به عنوان یک جریانی که شاید به عنوان یک مرحله گذار دیده بشه و در واقع جای خود در بعدها بتونه تثبیت کنه. ولی من یک اشاره داشته باشم خیلی کوتاه و گذرا به تاریخچه فعالیت‌های فرهنگی و ادبی زنان. ببینین در طول تاریخ ادبیات ما همواره زنان بسیار نقش کمرنگی داشتن و در واقع خانم صدیق صدای مرا دارین؟ ببینین در طول تاریخ ادبیات زنا با قوانین سختگیرانه مرد سالارانه مواجه بودند. نقش زن همیشه در به عنوان یک جنس دوم و در حاشیه بوده. زنایی که مثلا به عنوان شاعر ظهور کردن یا به عنوان نویسنده، ببینین مثلا با القاب مختلفی مثل مخفی و مستوری و محجوبی و اینا رخ نمودن که این نشان میده که این حس مثلا خفقانی که سر راه زنها قرار داشته و این اختناقی که در مسیر راه هنر و ادبیات برای زنان وجود داشته متعلق به حالا و مثلا متعلق به 10 سال یا 20 سال نیست. از ابتدا زنها با همچین شرایط مواجه بودن، اما
تلاش های زنان و در واقع کوشش هایی که خود زنان انجام دادن برای تصویب جایگاه زن در ادبیات فارسی و در کل در این دوره اخیر در ادبیات معاصر. من فکر میکنم این تلاش ها چشمگیر بوده تا حدودی، چون زن امروز ما، زن شاعر امروز ما، زن نویسنده امروز ما، سوای این که مثلا دغدغه‌اش صرفا سرودن یا مثلا نوشتن باشه، زنی هست درگیر هزار یک سودا، زنی هست که هزار یک دغدغه دیگر را داره، زنی هست که امروز اگر میدان براش میسر شد و مساعد شد که مثلا شعری به سرای داستانی بنویسه، قبل از این که بخواد به روایت من درون خود بپردازه، به روایت خواسته ها و آرزوها و آمال خود بپردازه، این زن همواره در تقلای مثلا جایگاه اجتماعی و به دست آوردن هویت اجتماعی خود به عنوان یک انسان هست، نه به عنوان جنس دوم، نه به عنوان یک مثلا جنس ضعیف که به هر حال همیشه رانده شده و همیشه نادیده گرفته شده. زن امروز ما، شاعر امروز و نویسنده امروز ما بیشتر درگیر این مسائل بوده و تا جایی که مثلا شرایط برش مقدور بوده تلاش هار کردن، تلاش های خود کردن، ولی شاید مثلا توقعی ای رو داشته باشیم که بیشتر باید رشد میکردن، بیشتر باید اثر تولید میشد، یک جریان در واقع یک جریان فکر کنم خانم امیری قطع شدن. ستاری من با خانم وایدی ها ادامه بده. من یکی خور بشن. خانم ستاری تصویر شما هنوز درست نیه، نمیفهم. و خانم امیری هم چون تصویر شما درست نشده هنوز. خانم صدیقی مایک شما بسته و تصویر شما هم درست نیه. و خانم امیری همین تصویر شما هم... بله بله صدا شما داره. بله ادامه بده. بله خانم وایدیا، خانم صدیقی همین تصویر شما منظم نیه، ایتی به شکل افقی افتاده. ببخشید آقای خیراندی، صدا مرداره؟ صدای شما رو دارم ولی تصویر شما درست نشد بنویسم. تصویر شما درست نشد بنویسم. همین موبایل خور افقی بگذاریم. بد نیه. افقیه از موبایل من نمیفهمم. از شما هم امودی میشه. پس همون بعد امودی بگذاریم. هم امودی بگذاریم باشه امودی. آتش. خانم امیری این تصویر شما هم مثل گوشی درست چه نکردیم، هنوز هم تصویر شما رو ما به شکل نامنظم داریم. درست شد آقای؟ بله 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 خوبه. بله خوبه شما ادامه بدیم. بله خانم وایدی ها صدا داریم؟ بله خانم وایدی ها، در رابطه به این که به صورت عموم در جامعه معاصر ادبیات جدید
یا فارسی، تولیدات زنان در امر نویسندگی در کدام بخش ها بیشتر چشمگیر بوده؟ محتوای شعری و داستان های از اینا چه مسائل تشکیل میده؟ کدام بخش ها مثلا از بحث شعر، کدام شعر ها غزل بوده به طور چشمگیر تولید بیشتر داشته یا بیشتر سراینده داشته؟ شعر سفید بوده یا شعر نیمایی بوده؟ در این دوره چه شعره، چه مؤلفه هایی داشته شعر بانوان؟ خب محتوای شعر بانوان رو که بیشتر در دوره معاصر مسائل مربوط به خودشان تشکیل میده، چون پس از فروغ فرخزاد شعرا به این متوجه شدن که زنان نویسی یکی از شاخصه های برجسته شعر زنان بود که هم زنان تلاش کردن این شاخصه رو در آثار خود نمایان بسازن و هم مردان در واقع انتظار داشتن از یک شاعر زن یا نویسنده زن که رد و پای زنانگی در آثارش انعکاس بیابد و در واقع امتیازی محسوب میشد برای کار زنان، این زنانگی در شعر. با این حال در این در دوره معاصر تمام تلاش زنان خود اندیشی بوده و خود بیانگری بوده، تلاش کردن که خودشان را در واقع بنویسن، امیالشان را، خواسته هایشان، در واقع همون وجهی که در طول تاریخ مسکوت باقی مانده بوده و هیچگاه در موردی و صحبت نشده بوده، به هیچگاه یک زن از آدرس خودش، از خواسته های خودش، از توقعات خودش در واقع صحبت نکرده بوده، تلاش کردن که خودشان باشند، فضا دنیای خود را در شخص بدن. صدار مردانه که در دنیای خود احساس میکردن، دستی که در دنیای زنان متوجه آن شده بودن، اعتراضی علیه وضعیت موجود داشته باشند برای اینکه تحولی بتوانند به وجود بیارن. در واقع محتوای آثار زنان علاوه بر مسائل اجتماعی و بر حال نکته‌ای که در آثار زنان ما می‌بینیم همین توجه به خود، خود بیانگری، خود اندیشی بوده، خود نویسی در واقع بوده. و این که در چه قالب‌هایی بیشتر نوشتند قرار باشه، با زمانی که شعر نیمایی رواج داشت و قالب مسلط شعر آزاد یا نیمایی بود، زنان هم تلاش کردند در زمینه با استفاده از قالب‌های آزاد شعر بدن. اما در این دو سه دهه اخیر که شعر سپید و غزل بیشتر رواج داشته و فضای ادبیات عمومی رو کلن در سیطره شعرهای سپید و غزل بوده، زنان هم تلاش نمودن که بیشتر از همین مود زمانه خود و همین قالب‌هایی که کاربرد بیشتری داشتن استفاده کنن و با استفاده از اینها در واقع اثر خلق کنن. غزل میتونست چوکاتی باشه برای بیان خواسته ها و امیال و آرزوهای نو به طور موثر؟ آنچه که در سر داشتن و در دل داشتن میتونستن در قالب غزل بیان کنن؟ غزل معمولا بیشتر جنبه تغزل در غزل مطرح بوده از دوره گذشته و بیشتر برای مسائل احساسی عاطفی استفاده میکردن قالب غزل. این که امروزه میبینین گاهی وقتا اعتراضات زنان حتی علیه وضعیت، علیه خانه‌داری، علیه برحال ناروایی‌هایی که بر اونها از سوی جامعه روا داشته می‌شده، ما می‌بینیم اینها تجربه‌ای است که امروز در غزل اتفاق افتاده. این که چقدر اونها تونسته با این قالب همخوانی داشته باشه، به اقبال این که مورد پذیرش جامعه قرار بگیره یا نه، این دیگه باز تاریخ مشخص می‌کنه. ولی امروزه دیگه غزل قالب صرفاً برای بیان تغزل و مسائل احساسی و عاطفی نبوده. چندین نمونه من میتوانم به شما مثال بزنم از قالب غزل برای مسائل دیگر، خصوصاً بیان اعتراضات و نقدهای بر وضعیت فرودستی زنان در اونها این مسائل انعکاس یافته. حالا محتوای شیری از اونها بیشتر چی بوده؟ یا غزلیات یا داستان ها در کل؟
اگر اجازه بدین این بحث با آقای متوجه قادری سوال ادامه شما بدین، نشد. نظر آقای قادری رو اول بپرسیم در این مورد. میگم محتوای شعری یا داستانهای زنان در ادبیات معاصر بیشتر چه مسائل تشکیل میدادند؟ با عرض حرمت خدمت شما و تمام شنوندگان، و اگر اینجا هستم بانو وادیال میشه؟ خانم صدیقی باید میشه به ادامه گفته های خانم وادیال، محتوای شعری یا داستان ها در کل نویسندگی زنان معاصر در ادبیات چی موضوعات تشکیل می داده؟ بیشتر شامل چه چیزهایی بوده؟ چه محتوایی را در بر می گرفته؟ با عرض حرمت خدمت شما و تمام شنوندگان و بینندگان محترم، اول اینکه من اگر اینجا هستم پس میدم خدمت تمام همپنلای عزیز و عرض حرمت خدمت این بزرگواران هم. چنانچه خانم واحدیار فرمودند، بیشتر محتوای متون ادبی خانم ها درونگرایی بوده و شخص محور. سعی بران شده که امیال و آرزوهای و سوال خود فرد، منظورم خود زن هست که در درون شعر زن برجسته بشه و به نوعی بیان بشه، که از دید من هم این اتفاق افتاده. باید پیش از آن به این قضیه بپردازیم که من و خیلی های دیگر بعد از فروغ به قول خانم واحدیار بر این باوریم که شعر زن شعر متفاوتی است با شعر مرد. با تمام این که من با جداسازی مرد و زن مخالفم، اما فکر میکنم تنها جایی که مرد و زن باید متون اینا جداگانه بررسی بشه، یک از او جاها ادبیات هست، به دلیلی که وقتی یک زن از خود می نویسه باید زنانگی و نوع نگاه یک زن به زندگی هم در درون شعر برجسته باشه، چنانچه که اتفاق سعی شده بیفته. فرد محوری و بیان آرزوها و امیال فردی بیشتر محتوای شعر معاصر زنان افغانستان از دید من. به نظر شما جناب آقای قادری، همون قسم که گفتین جدایی بین مرد و زن قائل نمیشین، به نظر شما زندگان که از بحث آقایان بودن به چه میزان توانستن نقش زنان در آثار خود نادیده سازن؟ یعنی در مورد زنان بیاین صحبت کنند یا در مورد حق و حقوق زنان صحبت کنند، به نوعی نگاه فیمینیستانه داشته باشند و مرد سالارانه ننوشته باشند. منظور شما از خود آقایون یا خانم ها؟ در کل نویشتار آقایون نگاه چه نوع نگاهی به خانم ها در کل در ادبیات معاصر مردان چه نوع نگاهی اینا به خانم ها داشتن؟ آیا توانستن مردان و مثلا مادر نگاه نیک و خوبی داشته به مادر و زن در آثار خود؟ درست متوجه شدم. بحث اساسی است که شاعران جزء روشنفکران جامعه محسوب می شود، و از دید من شاعران به یک منطقه از عقلانیت رسیدند که باید حامی حقوق خانم ها باشند و به این باور رسیدند که خانم ها نیمی از پیکرند، و اگر خانم شعر زنانه بنویسه مطمئنا این باعث رشد ادبیات فارسی خواهد بود، رشد ادبیات جهانی خواهد بود. شاعران و نویسندگان در قاعده جزء آگاهان و روشنفکران جامعه اند و بر این باور هستند که خانم ها باید جدی گرفت و با قاطعیت و جدیت بیشتری در کنار اونا قلم زد و حمایت کرد. من بر این باورم که
در حداقل در متون ادبی معاصر سعی بر این نشده که به خانم ها آسیب رسانده شه، الا مواردی که باز روی آنها میشه به تنهایی جداگانه بحث کرد. بیشتر سعی بر این بوده که به حقوق خانم ها و به نوشتن و به متون خانم ها احترام قائل شه. قائلشم به فیمینیزم بودن فقط به این معنا نیست که شما خانم باشید. یک مرد فیمینیست به قول معروف دواتشه هم باید موجود باشه تا برای نیمی از پیکر جامعه خود دادخواهی بکنه، چنانچه که در خیلی از شعرهای شاعران معاصر برای حمایت از خانم ها قلم زدن و باید به دیده قدر نگریست. جناب خانم صدیقی صدا مرداره. امید جان صدا مرداری؟ ماست. بله آقای قادری، صدا شما هست. بله، به ادامه حرف ها اگر بخوایم مواصل به خلاصه یه حرف بزنم ایست که باید اینچنین باشه که مردها در کنار خانوم ها بنویسند و متننا کنار خانوم ها باشه، و چنانچه که من فکر میکنم در نسل جدید حدوداً این اتفاق حداقل در متن و نوشتار افتاده که آقایان به این باور رسیدن، شاعران و نویسندگان در افغانستان به این باور رسیدن که باید برای پویایی و بالندگی ادبیات فارسی در کنار خود خانم ها را داشته باشند و به نوعی حمایت شده هم در متن ما هم در بیان. خیلی سپاسگزارم جناب آقای قادری. استاد فولادیان صدا مرداریم؟ بله استاد. جناب استاد، طوری که قبلا گفتین موانع مشکلاتی بوده، مانع نویسندگی و یا روی آوردن بانوان و به نوعی کاهش داده ادبیات معاصر، نه؟ ولی انگیزه کسانی که آمدن جسورانه و مبارزه کردن با موانع و مشکلات، این موانع و مشکلات شامل همه بانوان می شدن، چه انگیزه می تونسته وجود داشته باشه که بانوان برخیزند و مبارزه کنن و نوشته کنن و آثار از خود تولید کنن و به جا بگذارن؟ خب مسئله ای که دوستان همینجا مطرح ساختن، چیزی که در شعر و شاعری و در ادبیات اصالت داره و مطرح هست صمیمیت، یعنی صمیمیت شاعرانه یا صمیمیت انسانی است که یک انسان در مقابل احساسها و برداشتهای خود باید صادق باشه و آنچه را که احساس میکنه و درک میکنه او را بتانه و درستی بیان بکنه. به این حساب در شعر خانم ها هم که گفتیم بارها که با مشکلات مضاعف روبرو بودن در جامعه ما، یعنی ستم و گرفتاری های مضاعفی داشتن که شاید یک شاعر مرد و یک نویسنده مرد به اون صورت با او چیزها روبرو نبود، ولی زن این را به درستی احساس میکرد. از یک جانب گفتیم مرد سالاری بسیار خشنی که سالهای تاریخی قدامت داشت و فشار سنگینی را بالای زنها تحمیل میکرد از یک سو. بله. و انگیزه نوشتن از اینا چی بوده؟ بله، این چیزها باعث میشه که از یک طرف دیگه همچنان که خود درد و رنج و مصیبت و فاجعه در یک جامعه
گاهی انگیزه میشه برای نوشتن، برای فریاد کردن، برای اظهار وجود کردن. این خودش یک انگیزه بود برای شاعرای زن ما که بیشتر تا ما جنبه های انسانی و صمیمیت انسانی را در شعرهای خانم ها بیشتر میبینیم. اینا به هر چند که زمانهای کوتاهی مثلا شاعرهای زن ما مثلا پرداختن به موضوعات عاشقانه و موضوعات احساساتی، ولی غالبا آثار هر نویسنده این مطرح زن شما ببینین بیشترش در مسائل اجتماعی است و مسائل گرفتاری های جامعه ماست که او را به احساس کردن و بیان کردن. به نظر شما بله بله. از حق آزادی بیانی که برای خانوما داده شده بود، کسانی که آمدن نوشتن چی شعر چی نثر و چی داستان، از او آزادی بیان خوب به طور موثر استفاده کردن بانوان در آثار خوب؟ بله تا اندازه. البته این زمینه شده که آزادی بیان یعنی بتانن که خود از نظر اجتماعی پا و پای مردها گاهی مثلا در شعر و زمینه ادبیات فعال باشن. و البته گرفتاری های دیگه ای که خب ما پیشتر هم گفتم که ما بدبختانه در سالهای اخیر فرهنگ و ادبیات یک چیز کاملا عاشیوی بود در زندگی ما، نه از مجرای دولت حاکم مثلا این مسئله برش توجه می شد، نه مثلا در دانشگاه ها و مراکز تعلیمی. مسائل فرهنگی و مسائل ادبیات یک چیز کاملا فراموش شده بود. و در رسانه ها و گپان با وجود که رسانه های شخصی و رسانه های غیر دولتی در افغانستان تعدادشون بسیار زیاد بود، فعال بودن. بله. ولی شما تمام نشرات اینا رو ارزیابی کنین، شما بسیار در موضوعات فرهنگی و مخصوصا ادبیات بسیار فعالیت های کمی صورت می گیرد، بسیار کم انعکاس پیدا می کرد. و مسائل دیگه بود که مسائل اساسی نبود و یکی از بدبختی های جامعه ما شما همی هم بوده. شما فکر بکنین که امروز صدماتی که بر فرهنگ و به کشور ما وارد شده، یکیش از این بهانه‌هایی هست که مثلا توجه و فروعات بیشتر بود. مثلا اگر از مدرنته عرف میزد، چیزهای مسائل در کشور ما مطرح بود که بسیار ضروری نبود، مسائل مطرح نبود در زندگی ما مطرح نبود، ولی به شکل مدر روز و به شکل روزمرگی مثلا مطرح می شد. و او چیزی که به اساسی مثلا جامعه ما را دوچار تغییر بسازه، اساس تفکر و اندیشه ما را دستخوش تحول و بسازه، متاسفانه او کمتر کارا کمتر صورت می گرفت. به همین اساس در مجموع یک جریان بسیار ضعیفی بود، جریان ادبی در کشور ما در مجموع، و همین به همین ترتیب در ساحه مثلا ادبیات زنانه و فعالیت‌های فرهنگی زنان و بانوان کشور ما. سپاسگزارم جناب استاد، ممنون از شما. بانو فروزان امیری، صدای ما رو دارین؟ بله خانم صدیقی، بفرمایید. خوش آمدین خانم فروزان امیری، فکر کنم قطع شد تصویر شما، دوباره آمدین. خانم امیری، زبان زنان در شعر چیست؟ چه ویژگی های داره؟ آیا زنان مشخصه های خاصی دارند برای زنان بیانگر بیان زنانگی خود؟ مشخصه یا مؤلفه های زنان زبان زنانه
زنان ادبیات معاصر یا در کل در ادبیات چی میتونه ادبیات زنان باشه؟ درست. ببینین در موردی که زبان زنانه و زبان مردانه را ما در ادبیات مطرح میکنیم و این دو را از هم دیگه جدا میکنیم، در واقع همون موضوع گویش جنسیتی را مطرح کردیم که در ادبیات بسیاری از نظریه پردازا این موضوع گویش جنسیتی را رد میکنن و میگن که ما زبان جداگانه برای زنان و زبانی برای مردان نمیتونیم در نظر داشته باشیم و در واقع زبان زنانه را جدا بسازیم و زبان مردانه را جدا. اما یک سری مؤلفه‌ای در زبان زنان، در آثار خلق شده زنان، در داستان، در شعر زنان وجود داره که دال بر زن بودنشان هست و دال بر روایت زنانه از یک نویسنده و یک خالق اثر زن هست. ببینین مثلا زنان دغدغه های جدایی دارند و در واقع یک سر هزار سودایی که زن داره در قالب کلمات منحصر به خودش میای بیان میکنه. مثلا شما وقتی با شعر یک زن مواجه میشین، آن لطافتی که در شعر زن وجود داره ممکنه در شعر مرد وجود نداشته باشه. زن با زبانی لطیفتر و در واقع با پدیده هایی که روزمره با آنها زندگی میکنه، با اشیایی که با آنها ارتباط برقرار میکنه و روزانه باشان در ارتباط هست، از آن پدیده ها، از آن اشیا و از آن کلمات در شعر خود، در داستان خود استفاده میکنه و مثلا روایتی از احساس خودش رو میای در شعر و در اثر داستانی خود یا در هر اثر که تولید میکنه میای رو بیان میکنه و در واقع همین واژگان، همین احساس، همین لطافت و همین روح زنانه که در یک اثر دمیده میشه در واقع نشان انگشت یک شاعر زن یا یک نویسنده زن را در پای آن شعر و در پای آن داستان حک میکنه و اینجاست که صحبت از زبان زنانه میشه و صحبت از این میشه که در واقع نویسنده این اثر یک زن بوده. دغدغه های زنانه مطمئناً همه ما به این امر معترف هستیم که با دغدغه های مرد نویسنده و مرد شاعر فرق داره. اولویت های زنان و اولویت های مردان فرق داره. خواسته ها و امیال و آرزوها و احساسات زنانه با احساسات مردانه فرق داره. بر این مبنا هست که معمولا شاعر هم جدا از روزمرگی های خودش نمیتونه اثر خلق بکنه، نویسنده هم جدا از احساسات خودش نمیتونه اثر تولید بکنه و اینجا هست که پای زبان زنانه در ادبیات مطرح میشه و در واقع ما وقت شعر یک زن رو میخوانیم از روی واژگانی که زن با آنها دمخور بوده، از روی احساسی که در شعر جریان داره، از روی خواسته های زنانه و خواسته های گاهی وقتا تنانه ای که یک زن خواسته در شعر خودش عریان بسازه، از روی اینها حتی اگر نام شاعر زن و نام نویسنده زن در پایان شعر نوشته نشده باشه، ما میتونیم به راحتی تشخیص بدیم که آفرینشگر این شعر، آفرینشگر این داستان و این اثر ادبی یک زن بوده و اینجا هست که در واقع این زبان زنانه میتونه معرف شاعر زن در درون اثر خودش باشه. تشکر. سلامت باشم تو امیری. بانو وایدیار، به طور کل در چه سینینی بانوان یا در حال حاضر در ادبیات معاصر نویسنده از بین خانم ها دارن؟ در چه سینینی و همچنان مخاطب آثار تولید شده بانوان چه کسانی میتونن باشن و مخاطب پیدا کردن یا نه؟ بله، خب سوال اول شما که شعرهای ما بیشتر در چه سنینی شعر می نویسن، در واقع نمیتوانی سن مشخصی، ما در هر سنی شاعر داریم، حالا قشر جوان ما بیشتره، خود قشری که در این دو دهه پرورش شدن. چه سنینی بنویسته بیشتره؟ خب مسلما جوان ها معمولا ابتدا که شروع میکنن با شوق و اشتیاق بیشتری شروع میکنند و فعالترند، بعدها که بیشتر با جوانی به کار آشنا میشوند و میفهمند که اثر هنری خلق کردن و شعر خوب گفتن کار ساده ای نیست، کمی دیگه باز محافظ کارانه تر شعر نویسن و کمکارتر میشوند، خصوصا به این ترتیب نمیتوانیم سن مشخصی ما بیاییم در نظر بگیریم. با این حال در همه سنین ما بین زنان شاعر داریم.
اما در مورد مخاطبان اینکه مخاطبان شعرای زن کی ها هستند، در واقع اون را هم من دوست ندارم که مرز کشی کنیم، اینکه آیا شعر وقتی زنی شعر می نویسه این شعر باید حتما زنان بخوانن و از لحاظ اخلاقی هم درست نیست. عمری ما شعر مردان را خواندیم و منظورم و اینه حال که هم این که درسته که مخاطبان از آثاری که تولید میشه در خود همین محیطی که تولید میشه باقی میمانه یا نه انتشار میشه به نقاط مختلف جهان و چی پیمانه مثلا؟ صدا شما متاسفانه بشکست، متوجه نشدم. سوال منظور می بود که آثاری که بانوان تولید می کنند در کل، آیا در همین محیطی که به نشر می رسه باقی می مانه یا نه؟ کدام بنیاد یا نهادی هست که اینا منتشر کنه به نقاط مختلف جهان و بیانگر صدای بانوان باشد و کلن هویت و فرهنگ و اصلیت خانم ها برای همه مشخص کنه و نشان بده؟ خب مشکل اساسی خصوصا در این به حال دو دهه‌ای که ما بیشتر با فضای فرهنگی در ارتباط بودم این بود که به دلایل ناامنی ها و به دلایل این که به حال نهادها و سازمان هایی وجود نداشت که مسئله پخش کتاب به درستی صورت بگیره، ما حتی پخش در ولایات آنچنان که در کشورهای دیگر رایجه پخش کتاب نداشتیم. مثلا کتابی که در کابل چاپ میشد اون به سختی مگر اینکه سفارش میدادیم کسایی نبودن، کتاب فروشیایی نبودن که مستقیم در ارتباط باشن اونها رو بیاورن، چی برسه به این که به هر حال ما بتوانیم کتابهای خود را بیرون از کشور برسانیم و به مخاطبانی به اونها پیدا کنیم و تلاش کنیم که خوانده بشه. عمده ترین مشکل فکر میکنم در این زمینه همین بود که مسئله پخش درست حسابی نداشتیم. با این حال شاعران و نویسندگانی که در خارج از کشور زندگی میکنند و در ارتباط با ناشرین هستند، اونها اقبال بیشتری برای دیده شدن و برای خوانده شدن کتابهایشان و برای تبلیغ شدن داشتند نسبت به نویسنده هایی که در افغانستان اثر خلق کردند و اون آثار گاهی وقتا حتی مواردی داشتیم که شخص با هزینه خود کتاب چاپ میکرده و 1000 جلد را تحویل میگرفته میآورده به خانه داشته و حتی جایی نداشته که او را قرار بده و مجبور بوده بعدها به دوستانش او را پخش کنه. به مسئله اساسی در این حیطه مسئله پخش کتاب بود و اینکه به هر حال نهادی که چنین کاری را انجام بده به درستی در افغانستان وجود نداشت. فکر می کنم، امیدوارم در ارتباط با سوال شما پاسخ داده باشم. ممنونم خانم وایبیار. بله طریق سوال ما نجوا فرسیدم. آقای قادری، جناب آقای قادری، به نظر شما آیا زنان توانستند هویت و فرهنگ اصلی خود در آثار خانوادینه سازند؟ آداب و رسوم و هویت و تمام دردهایی که داشتند توانستند صدای خود رو باشند؟ در این زمینه باید مفصل حرف زد، به این معنا که با حفظ حرمت به تمام دستاوردهای این طول تاریخ که خانم‌ها برای ادبیات افغانستان رقم زدن، از دید من خانم‌ها آنقدر که باید آنچنان که باید در مورد شعر و ادبیات زنانه حرف می‌زدند و کار می‌کردند، آن قسم که باید اتفاق می‌افتاد این باید اتفاق نیفتاد. درست است که ما در یک جامعه به شدت سنتی و با تابوهای عجیب غریبی که بیشتر خانم ها مقید میکنه زندگی میکنیم، اما ما روشنفکران ادبی، فعالان ادبی که در عین زمان فعالیت مدنی هم داشته باشند به ندرت داشتیم. به عنوان مثال همیشه این تای ذهن من هست که فروغ فرخزاد به دلیل اینکه با
اعتقادات خانواده خود همسو نیست، می رود و پشت دانشگاه تهران برای خود خانه ای به تنهایی کرایه می کند و چون میزان هزینه ساختن آن خانه نداره روی سمت می خوابه برای دو شب الی سه شب. این بلوغ فرخزادی که ما امروز با قاطعیت از او دفاع می کنیم مبارزه کرده است و با مبارزه این دستاوردهای امروزی را دارد. ما این اتفاق در درون ادبیات فارسی، در درون ادبیات زنان افغانستان این اتفاق نیفتاده است که فردی با نقطه مقابل تمام تابوهای نادرست ادبیات فارسی قرار گرفته باشد، تابوهایی که زن محدود میکرد، تابوهایی که به زن اجازه کمتر نوشتن میداد یا کمتر خود نشان دادن بود، این اتفاق نیفتاده. ما زنان جسور در نوشتار داشتیم، اما زنان جسوری که با در مقابل تابوها خود را قرار بدهند به شدت کم داشتیم و از دید من هم اصلا نداشتیم. کسی که متونش باعث تغییر در فضای اجتماعی توده اتفاق افتاده باشه این چنین نیست. از دید من میزانی از آزادی زنان ایران مدیون شعرهای فروغ هست، اما ما در ادبیات افغانستان چنین گزینه ای را نداریم که نام ببریم فلان خانم به نوشتارش متونش باعث راهگشایی برای یک دست خانم های دیگر افغانستان شد. و متاسفانه از دید من عموما خانم های افغانستان سعی بر این داشتن که کنار هم بنویسن، در کنار هم قرار بگیرن و بنویسن. در جلسه های بیشتر دور همین اتفاق افتاده که همین جلساتی مانند سوزن طلایی که در ادراک اتفاق می افتاد هیچ وقت نتوانست به شکل یک انسجام، به شکل یک گروه انسجام یافته با یک مانیفست معرفی تحت یک چتر این خانم ها هیچ وقت عمل نکردن. به قول خانم مبایدیار فردی نوشتند و دردهای خود نوشتند. بیشتر ما در حتی در متون هم خانومی که اعتراض کرده باشه، خانومی که در مقابل تابوها قرار گرفته باشه خیلی کم داریم. بیشتر خانوم ها هم سعی کردن از زل غزل حفظ کنن و مسائل اجتماعی که خودشان در طول روزمره زندگی میکردن نوشتن. خیلی کم اتفاق افتاده خانومی در شعر یا در داستان قهرمان داستان براید و این خانوم بعد از این که یک عالم رنج بکشه قهرمان داستان خود بدرشه، قهرمان شعر خود بدرشه. ما این مشکل از دید من همیشه داشته شعر زنان افغانستان که حاضر برای قربانی دادن نبودند. ما برای حفظ دستاوردهای این 20 سال امروزه میبینیم که عده خانم در خیابان میخیزند. این یعنی اینکه قربانی باید داد. همین اتفاق باید در ادبیات میفتاد به شکل مدنیش. از دید من با حفظ حرمت این 20 سال، حفظ حرمت به دستاوردهای این 20 سال ادبیات زنان، فکر میکنم آنچنان که باید کار میشد در زمینه شکستن تابوهای بعد معروف در جامعه از آدرس خانوما یا فردی یا گروهی برنخواست. تشکر جناب قادری صاحب، ممنون از پاسخ خوب شما. اجازه بدهیم که در همین مورد از استاد پولادیان که در حال حاضر در آلمان و در جرمنی هستند و در اونجا هم انجمنهای فرهنگی هست که بانوان در حال نویسندگی هستند و آثار تولید میکنند. جناب استاد پولادیان، به نظر شما بانوانی که در آلمان و جرمنی در انجمن فرهنگی شما مصروف نوشتن هستند یا شعر و یا نویسندگی و داستان اینا،
توانستند هویت و فرهنگ اصلی خود که اونقدر از افغانستان دور هستند در نویسنده در تولیدات خود نادیده سازند؟ بله بله صدام رو دارین جناب استاد؟ بله متوجه شدم، صدای شما رو دارم. در شرایط غربت و دور از وطن شما می دانین که کار ادبی یا کار که با زبان بومی یا زبان مادری ارتباط می گیره یک مقدار دچار مشکلات و موانعی هست که در یک محیط بیگانه یا محیط دور از او زبان مثلا شکل می گیره. به این حساب همین نفس توجه بر خود مسائل شعر و ادبیات که مستقیما با فرهنگ خودی در ارتباط است یک مشکل را ایجاد میکنه که ما کمتر میبینیم که کسایی که در گذشته فعال بودن مثلا بیان در اینجا در شرایط جدید کارشان دوام بوده. بسیاری ها رها میکنن یا یک مقدار کم کار میشون و چه داست و به هر صورت چون در این سالها جریان طوری بوده که پیوسته و تعداد مهاجرین ما و تعداد کسایی که وطن ترک میکنن و به یک کشورها میارن بیشتر افزوده میشود و این خودش یک محیط را ایجاد میکنه در بعض شهرها مثل شهری که ما زندگی میکنیم تعداد زیادی از وطنان ما هستن اینجا. خوشبختانه یک تعداد کارهای ادبی هم ادامه دادن و ادامه میدن و آثارشان چاپ میشه و از شرایط نوین هم چون یک مقدار دست و اندیشهشان باز است و او موانع و قید و قیودی که در وطن دست و پاگیر است اینجا نیست کارهای جالبی بیکن. البته از نظر کمیت بیشتر نیستن. در مثال اینجا شاعر هم وطن ماست، شاید شما با نامشون آشنا باشین، به نام تانیا آکیفی. اتفاقا اونا از همشهری های شما هستن ولی در اینجا مثلا کار شعر و شاعری را میکن بسیار با یک شعر بسیار ریزومی، اونا میگن یک شعر پوست مدرن بسیار آوانگارد پیش میبرن. خب البته در بعضی قسمت ها کارهایشان بسیار خوب است، اصالت داره، البته در بعضی قسمت ها سوال برانگیز است از با در نظر داشت بعد فرهنگی که ما یک گذشته مثلا ادبی بسیار دراز دامن و غنامند داریم. اگر خلاقیت در مسیر از این ادبیات یا گذشته و ادبیات بسیار پربار که زبان فارسی مثلا او را داره اگر نباشه یک مقدار در بعد فرهنگیش اگر شما نتانین که در راستای از او مثلا به خلاقیت بپردازین عمگیر نمیشه. مثلا خب شاید بتانن به یک تعداد مردم های خاص یا نخبه مثلا توجه بکنه و جنبای نواوری، ولی مردم عامه یا عامه البته به این صورت منظور من قشر که با زبان و فرهنگ تا اندازه علاقه مندی دارن و میخوانن و مثلا سر و کار دارن اونا منظور نظر است و اونا مثلا توجه نشان نمیدن، میگن غیر قابل فهم است برشان، ولی این کاراشان رو میکنن. این جالب است، به هر صورت تجارب نویس که به زبان و ادب ادبیات ما مثلا افزوده میشه. بله
آثار تولید شده بانوان در اونجی در آلمان بیشتر به زبان فارسی دری می باشه یا نه به زبان آلمانی هم می نویسند و یا ترجمه و نشر می شه؟ خب البته نه، بیشتر کسایی که چیز به زبان فارسی، ولی هستن کسایی هم هست که به زبانهایی که در اینجا هستن، زبان آلمانی یا مثلا انگلیسی یا آثار دارن، مخصوصا نسل های جدیدی که در اینجا تولد شدن تا اندازه مثلا از زبان مادری دور شدن، ولی در از ادبیات تحصیل کردن یا با مسائل فرهنگ کشورها سر و کار داشتن یا رشته های مورد علاقهشون بوده، هستن کموتوم خانم هایی که به زبان های اروپایی هم مثلا شیر میگن، داستان نشتم می نویسن، اینها هستن. ولی به صورت عموم اتفاقا اینجا حتی کسایی که در اینجا تولد شدن یا ای که در کوچکی مهاجرت کردن، خوشبختانه بسیار هستن خانم ها و دخترایی که با زبان مادریشون فعال هستن و علاقه گرفتن مثلا در زمینه کار میکنن. سپاسگزارم جناب استاد. بانو امیری، شرایط حاکم که فعلا رژیم و حاکم چقدر میتونه مثلا مؤثر و یا مؤثر باشه و یا ادبیات را لطمه وارد کنه بر فکره ادبیات؟ آیا میتونه شرایط حاکم درد مداوا کنه برای کسانی که نویسنده بودن؟ میتونه زمینه فراهم کنه تا دوباره، یعنی زمینه فراهم می باشه که بنویسن؟ بانو امیری صدا هست؟ بله. بگونه ای که پیش از او مرسوف نوشتن بودن یا یک دوره بله گفت سوال شما. می گفتم که زنان افغانستان متاسفانه یک دوره قبل هم همین رژیم حاکم و قیودات و تاریکی رژیم حاکم را گذراندن، یعنی یک تجربه قبلی را دارن. اگر بر اساس تجربه قبلی زنان از رژیم حاکم و از دوره فعلی را در نظر داشته باشیم و بر اون اساس قضاوت بکنیم، متاسفانه من آینده فعالیت های ادبی و فرهنگی زنان را بسیار تاریک میبینم. حداقل تا مدتی که اوضاع تغییر بکنه، تا مدتی که محدودیت ها علیه زنان کمتر بشه و در واقع روز به روز ما شاهد افزایش محدودیت ها نباشیم، چون به هر پیمانه که محدودیت های زیاد علیه زنان وضع میشه، به همان پیمانه زنان از تحصیل، از تعلیم، از حق نوشتن و سایر مسائل ادبی و فرهنگی و اجتماعی دور میمانند. و این دور بودن از فضای اجتماعی، دور بودن از فضاهای فرهنگی، باعث رکود خیلی جدی در کار خانم ها و در تولید ادبی خانم ها میشه. در مدت 4 یا 5 سال گذشته که همین رژیم حاکم تجربه در واقع تلخی را برای زنها رقم زده بود، کمتر مشاهده رشد و بالندگی ادبیات زنان بودیم، به استثنای حلقه های کوچکی که در واقع به شکل مخفیانه کار میکردن. مثلا قبلا آقای قادری هم اشاره داشتن، ما مثلا جلسه سوزن طلایی را داشتیم و یا کورس های خانگی بوده و یا مثلا کلاس های نویسندگی مخفی و پنهانی بوده که زنان در واقع در متموره های خانه ها نشسته بودند و اثر تولید میکردن، یا در واقع فضای ایره نداشتند که بیاین و به عنوان یک نویسنده و به عنوان خالق اثر هنری خود را در یک جمع ارائه بکنن و در واقع بازتاب اون اثر خودشان در آینده کاری خود در نظر بگیرن و در واقع موجب رشد و بالندگی کارشان بشه. به این دلیل من متاسفانه آینده کاری زنان در تمام حیطه‌های اجتماعی و فرهنگی به خصوص در امر نوشتن تاریک میبینم، مگر اینکه زنان با
استفاده از تجربه 20 ساله گذشته و با استفاده از اندوخته هایی که در این 20 سال گذشته داشتن، در واقع در پستوی خانه بنشینن و بنویسن و خود روایت بکنن و تلخی هایی که بر آنها روا داشته میشه روایت بکنن. اما یک نگرانی و یک دغدغه دیگر هم بازار چاپ کتاب و در واقع بازار انتشار آثار این زنان هست. ببینین تا وقتی که زنان مخاطب نداشته باشن، تا وقتی که آثارشان به دسترس همگان قرار نگیره، تا وقتی که این اثر نقد نشه، تا وقتی که این اثر بررسی نشه، خوانده نشه و دست مخاطبش نرسه، من فکر میکنم انگیزه در وجود اون نویسنده و اون شاعر زن کشته میشه. انگیزه این که همچنان ادامه بده و همچنان محکم و استوار قلم بزنه. در واقع هایی که شنیده میشه مبنی بر این که ممکن هست در واقع اجازه چاپ برای همه داده نشه، سانسور باشه، سانسور چاپ باشه، برخی کتاب ها از کتاب فروشی ها جمع بشه. همه اینها دغدغه ها و نگرانی هایی هست که برای من مثلا اهل ادبیات یا مخاطب ادبیات و گاهی وقتا حتی یک نویسنده ممکنه سنگ هایی باشه که سر راه زنان نویسنده، زنان شاعر قرار میگیره و متاسفانه دوباره یک عقبگرد رو میتونن زنها داشته باشن و این عقبگرد موجب تضعیف خلق اثر و تضعیف روحیه نوشتن در وجود زنان میشه. که من در واقع این در بینانه ترین حالت ممکن برای شما بیان کردم، ولی امیدواریم و آرزومند این هستم که زنان پس دوباره با آن اختناق بر نگردن و فضای نوشتن از زنان گرفته نشه، در واقع فضای نشر و چاپ آثار زنان از آن گرفته نشه. سپاسگزارم بانو امیری. بانو وادیار، اگر خواسته باشین در چنین شرایط برای بانوان که مصروف به نوشتن و نویسندگی بودن، به قول خانم امیری فضا برایشان تنگ شده فعلا، توصیه داشته باشیم و پیشنهاد داشته باشیم میشنن؟ خب پیشنهاد من برای همه خانم هایی که دوست دارن علاقه مند به نوشتنن یا در دوره گذشته به حال به جایگاهی رسیدن و اثر خلق کردن این است، اون باید متعدانه تر نوشت و فراموش نکرد که ما در مقابل ادبیات معاصر مسئولیم و باید این سنگر، در واقع سنگر نوشتن رو ترک نکنیم و تلاش کنیم بیشتر بنویسیم و بنویسیم بدون توجه به تمام آن موانعی که وجود داره، بدون محدودیت ها و محرومیت بنویسیم و بگذاریم و مسلمان یک روزی این نوشته ها دیده خواهند شد و به کار خواهند آمد و آرمان های من را فراموش نکنیم، برای رسیدن به آنها تلاش کنیم و کوشش کنیم و بخوانیم و بنویسیم. سپاس از شما. جناب آقای قادری، اگر نظر شما هم در این مورد داشته باشیم خیلی کوتاه لطفا. از دید من کتاب های که به نوعی مشهور شدند و جزء تاریخ ادبیات شدند در زمانهایی تولید شد که قیودات بیشتری بوده، اختناق بوده، و من فکر میکنم که حالا زمان آن است که زنان افغانستان درک کردند که جامعه سنتی و جامعه عقبگرایانه‌ای که افغانستان داره یک از دشمنای اصلیش بانوان هستند. اگر اینها به این باور رسیدن که اگر بانوان یک کشوره به نوعی قید بکنن، شاید جلو پیشرفت اون جامعه به نوعی بگیرن. یک از مبارزاتی که خانمای افغانستان میتونن داشته باشن نوشتن است و بهترین مبارزه نوشتن است. از دید من خانمای افغانستان من مطمئنم نمی نشینن، آرام نمی نشینن، می نویسن و من مطمئنم که قرار است در این خفقان آثار ادبی خارق‌العاده ای ما شاهد باشیم، چنانچه که در و انسان‌های خارق‌العاده ای
بیرون بیایه از درون این خفقان، من مطمئن نمین اتفاق قرار بیفته و چقدر خوب خواهد بود که مقدار و تعداد این خانوم های که با ادبیات سر و کار دارن زیاد باشه تا ما نابغه های ادبی به مراتب بیشتر از این تعدادی که تا حال داشتیم. اما آنچنان که میدونین نمیتونن با اون آزادی بیان بیاین بنویسن که قبلا داشتن. من مطمئنم که گپ شما خیلی دقیقه، ولی به تأیید حرفای خانم وایدیا هیچ وقت هیچ متنی بدون مخاطب نخواهد ماند. فرض رسالت یک نویسنده نوشتن است. درست است که حالا شاید ما شرایط پخشان متون نخواهیم داشت یا اینکه دشوار خواهد بود تا به دست تمام مخاطبین برسه، اما بحث اساسی تر و دقیق تر ایست که زندگی بر بنیاد امید ساخته شده. اگر ما امید برای نوشتن از دست بدیم، به این معنا خواهد بود که امید برای مبارزه کردن و کسب کردن مقامی که شایسته و بایسته خانم هاست از دست خواهد داد. از دید من نویسنده شاعر پیامبر زمان خودش هست و باید مثل یک، همچنان که شاملو میگویه، مثل یک آژیر پلیس و آتش فشان باید آژیر بزنه و آگاه بسازه جامعه از وضعیت بد و اختناقی که اجتماع بر اون باور دارن. باید جامعه سوق بده به طرف به این باور رسیدن که خانم ها باید جزء جامعه باشند و باید مساویانه با آقایون دیده بشن. من هم بر این باورم که نوشتن تنها راه حل است، فرض بر این که ولو بر این که مخاطب نتانه فعلا به این متون دست پیدا بکنه. خفقان هیچ وقت طول عمرش به درازا نمی کشه، این را تاریخ ثابت. ممنونم آقای قادری، اجازه بدیم که نظر استاد پولادیان را در مورد داشته باشیم. جناب استاد، شما می دانین وقتی آنچنان که بانو وایدیار گفتن و آقای قادری گفتن و بانو امیری، آنچنان که یک بانو به خصوص بیاید اینقدر جسورانه بنویسه، آیا زندگی او در خطر نیه؟ میتونه سرخور در داخل کشور به نشر برسانه؟ و یا ای که چه توصیه میتونین در چنین شرایطی برای نویسندگان در کل برای بانوان داشته باشه؟ خب، شرایط زندگی ناگزیر انسان ها آدم ها را به کارهای وامی داره که شاید در شرایط عادی تصورش بسیار غیر ممکن باشه. عمق فاجعه و فشاری که امروز در کشور ما وجود داره و مرکز ثقلش هم بالای خانم ها و زنان کشور ماست، این خودش انگیزه هست، همچنان که دوستا گفتند، یک انگیزه است برای آفرینش، برای نوشتن. من تصور میکنم با این جرأت و شهامتی که امروز خواهرها و زنان مبارز کشور ما روبروی خطر استادگی میکنن و صدایشان بلند میکنن، در زمینه کارهای فرهنگی هم این کار ادامه میتن در خفا. و خوشبختانه شرایط امروزی مسائل رسانه ها و ارتباط جمعی طوری هست که هیچ چیز رو نمیتونن که تا مدت زیادی در پستوی خانه ها و یا در نهانگاه نیفته بمانه. هر چیزی که خلق میشه به زمان بسیار کم انتشار پیدا میکنه و به
از یک نقطه دنیا به نقطه دیگر سفر میکنه و دست های استبداد خوشبختانه امروز آنقدر گسترده و وسیع نیست که بتانه تمام شوها را کنترول بکنه و حتما حاصل خود می داشته باشه و به دوست مخاطب خود می رسه و امیدوار هستیم که همه انسان های کشور ما زن و مرد وظیفه شان هست باید که استادگی بکنن و اگر تن به خاموشی بودن و تن به تسلیمی بودن دیگه چیز جز نابودی چیز در پیش نیست ولی زندگی ادامه پیدا میکنه زندگی تقاضایش ایست که باید تا زنده هستی بتپی نمیدونم وقت داریم یا نه جناب استاد اگر کوتاه نمونه شعری اگر از خود شما باشه که بیانگر حال بانوان باشه میشنم بیانگر ادبیات نقش زنان یا زبان زنان خواهش میکنم ما به اجازه شما ببینیم که چی دست رس هست بله بدبختانه که یک مقدار شعرهای ما طولانی است من یک شعر کوتاه پیدا کنم برای شما میتونه چند بیتی هم کافی باشه جانم دیشب دلم به حال وطن زار گریه کرد در خون نشست و چون تن بی تب بیمار گریه کرد آزرده جان ز دوری یار و دیار خیش آزرده جان ز دوری یار و دیار خیش در غربت غریب دل آزار گریه کرد تنهاییم نشست به پاییز یادها بشکسته و تکیده و تبدار گریه کرد تا پا نهاد خاطره بر خاطر حزین دامان شب گرفت و چه خونبار گریه کرد مانند خون ریخته بر فرش جاده ها موج شفق به کوچه و بازار گریه کرد دریای خون موج شفق نشست و چشمم چو ابر سرخ دریای خون به دامن کوهسار گریه کرد جانم درون جامت بودی چکید و ریخت شمعی که سوخت تا و صد بار گریه کرد کاشانم به بستر سیلاب عشق خفت از سنگ و چوب تا در و دیوار گریه کرد بر شیشه های پنجره غم پنجه می کشید با دود آه سوخت سرشار گریه کرد رفتم به بالکن که نفس تازه تر کنم دیدم هوا و رنگ دلم زار گریه کرد یک حقیقت نهان به گلویش گریه زده از تنگی نفس به چمنزار گریه کرد
خدای هوی باد که جیغ بلند بود، ابر سیاه غصه و تکرار گریه کرد، که گربه سیاه تر شده در اشک سبزه ها، جیغی کشید و بر سر دیوار گریه کرد. خالی تر از چغانه گنجوش شاخه ها، بید خمیده بر لب جوبار گریه کرد. چهچه نداشت شاخ سپیدار چلچله، قمری پرید و رفت سپیدار گریه کرد. آن شاخه شکسته گلدان روی بام، افتاد روی دستم و بسیار گریه کرد. ماهی نبود و اختر در آسمان شب، جز ابرهای تیرک رگبار گریه کرد. گویی که آسمان شد غربال اشک شور، این گونه تا سپیده بیدار گریه کرد. ممنونیم جناب استاد، تشکر. سپاس از این که دعوت ما پذیرفتین و سوال ها پاسخ دادین. بخیر باشین. و سپاس از بقیه میمانان، بانو فروزان امیری، بانو و افغان وایتیار و جناب آقای قادری. سپاس از این که دعوت قبول کردین و به سوال ها پاسخ دادین. برنامه به همین جای ختم میشه و تا دیدار بعدی و برنامه بعدی بدرود. خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما. موفق باشین. بدرود. سلامت باشین.